با درود و سلام به هزار چهره‌های عزیز، امروز براتون میخواییم از کسی بگیم که هنوز از تنور در نیامده بیات شد، کسی که گویا خیلی زود مورد خیانت قرار گرفته و با جناق رضا قوچان نژاد که مثل پدر یا برادر براش پس از چند ماه زندگی مشترک بهش خیانت کرده. علیرضا افکاری که پیش از این به خاطر آهنگسازی و تنظیم چند قطعه برای خانم گوگوش و آقای ایبی دستگیر شده بود. ساره خواهرزن رضا قوچان نژاد بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و خواهر سروین بیاته. این بازیگر اصیل مشهدی و همشهری رضا در 14 روز مهر ماه 58 به دنیا اومد و از سال 80 که در جشنواره پلیس برای اولین کارش بهترین بازیگر شناخته شد وارد تئاتر شد و حدود 2 هم اونجا موند. اما پس از اون به خاطر درس و دانشگاه و یه سری کارهای شخصی چند سالی از کار دور موند. او سرانجام موفق به دریافت کارشناسی صنایع فرش شد و همچنین به عنوان سفیر صنایع دستی ایران نیز انتخاب شد. وقتی پس از اون وقفه دوباره تونست به فضای بازیگری برگرده، به کلاس‌های آقای پرستویی در مؤسسه کارنامه رفت. به گفته خودش اونجا جزو شاگرد اولها بود و درسش هم مثل دانشگاه خوب بوده. او میگه که بعد از انتخابش به عنوان بهترین بازیگر در همون جشنواره پلیس پیشنهادهای زیادی بهش شده که به خاطر مخالفت خانوادش نتونست کار کنه. ساره تو اون روزها به این فکر میکرده که باید کمی سنم بالاتر بره تا زورم به اونها بچربه. البته اینو با خنده گفته ها، چون وقتی سنم بالا بره اونو کمتر به هم گیر میدن. او بعد از گرفتن مدرک بازیگری از مؤسسه کارنامه به مجموعه تلویزیونی یک مشت پر عقاب دعوت شد و پس از اون با فیلم سینمایی مقلد شیطان به سینما رفت. او برای این فیلم نامزد دریافت سیمرغ هم شد. امشب یه خبرایی هست. بیات در سال 1389 برای بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین انتخاب شد و با بازی درخشانش باز هم نگاه ها رو به خودش جلب کرد، تا جایی که به عنوان بهترین بازیگر مکمل انجمن منتقدان فیلم لندن شناخته شد و حتی به همراه لیلا حاتمی، سارینا فرهادی و کیمیای حسینی خرس نقره بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم برلین رو هم دریافت کرد. به امام حسین اگه من رفته باشم بیا از تو کشوی شما پول برداشت بشم. آقا من به امام حسین دارم قسم میخورم. وقتی به کارنامه این بازیگر نیمه دومی نگاه میندازیم، اون چه به جز چهره فوتوژنیکش بیشتر از هر چیزی به چشم میخوره انتخابهای خوبش برای بازیه. او تقریبا در تمامی نقشهای کوتاه و بلندش درخشید و معمولا نقشهای خوبی رو انتخاب کرده. نه همش همست فقط. ساره بعد از یک مشت پر عقاب که اتفاقا در ممیزی کلی از سکانس‌های او حذف شده بود شد. اما روند درخشش این بازیگر کم حاشیه با همون جدایی نادر از سیمین سرعت گرفت، رشدی که در 5 آینده یعنی در سال 94 با فیلم ناهید شدت گرفت. بسه چی شده؟ تا آخر عمرت میخوای پایان‌نامه تایپ کنه برین زنه؟ خانم بیات که تاکنون 13 بار در جشنواره‌های مختلفی چون شانگهای و ایرواین آمریکا و فجر و حافظ و این چیزا جایزه و دیپلم گرفته، از سال 98 تاکنون در هیچ فیلم سینمایی حضور نداشته. دلیلش هم بازی در سریال‌های طولانی مثل دل و گیسوست. خیلی خوشحالم که هم مثل خواننده کتاب و مطالعه‌ای سریال هایی که میتونست به عنوان یک فیلم کوتاه در جشنواره حضور پیدا کنه و اتفاقا بدم نبود، اما افرادی چون منوچهر هادی زیادی آب ریختن توش. از فیلم های مطرح دیگه این بازیگر حضور در فیلم محمد رسول الله است. برو آدم برو من؟ البته نه تو این فیلم ها، تو فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی منظورمونه. او در خصوص علاقش به بازیگری و مخالفت خانواده اش در یک مصاحبه گفته که خانواده من خیلی با بازیگری مخالفت میکردن و من پنهانی رشته تحصیلی دانشگاهمو هنر انتخاب کردم که از راه هنر یواشکی وارد بازیگری بشم، ولی نشد و دانشگاه هنر خوندم و بعد که دانشگاه تموم شد با کلاسای بازیگری ذهن خانوادهمو آماده کردم. خانواده من همیشه به من اعتقاد داشتن و من تا مخالف بودم،
البته اونا دوستای صمیمی من هستن، اما هنر رو جزو مشاغل نمیدونن. یکی دیگه از همین نوع دوستای ساره علیرضا افکاریه که در تاریخ سوم اردیبهشت 400 با انتشار متنی از خبر ازدواجش با ساره پرده برداشته و گفته: همسرم، بانوی زیبای من، در تمامی سالهای گذشته زندگی مشترکمان، سالهایی که در کنارت زیستم، شد ماحصل آثاری که بر دل مخاطبین خوش نشست. برای تأثیر حضور سالیانت در خلق این آثار و زندگیم، برای داشتنت، برای بودن همیشگیت، در کنارم و عشقی که هر دم به زندگیم رنگی بدیع میبخشد، از تو سپاس گذارم. باشد تا همواره در فراز و نشیب دوران در عشق قوتور باشیم و جاودان. گفتیم دوران یاد بچه رضا قوچان نژاد افتادیم. آخر رضا قوچان نژادم یه پسر داره که اسمشو گذاشته دوران. علیرضا که پیش از این به خاطر همکاری با گوگوش و ابی دستگیر شده بود، متولد 22 شهریور ماه سال 56 در اصفهان و یه نیمه اولی حساب میشه. او پیش از ازدواجش با ساره با نازلی بخشایش که نوازنده هارپ و پیانوه ازدواج کرده بود که پس از تولد دخترشون به نام نیکا از هم جدا شده بودند. اما متاسفانه حواشی که همیشه دور سلبریتی ها میچرخ و البته خیلی وقتا هم نیششون میزنه، این بار به سراغ زوج قصه ما رفت. بعد از چند استوری قابل تأمل از ساره و همچنین مسافرتش به خارج از کشور که گفتن آقا این طلاق گرفت و مهاجرت کرده رفته، گمان زنی ها در فضای مجازی از جدایی این زوج شدت گرفت. این شایعات به انضمام یه ویدیو از ساره که میگه زن اگه 10 بار بهش خیانت بشه هرگز عادت نمیکنه داغ‌تر هم شد. زن اگر 10 بار بهش خیانت بشه هرگز عادت نمیکنه و ما زنها عادت نمیکنیم. البته علاقه او به رضا قوچان نژاد و نبود ویدئویی که از همسرش تعریف کنه ما رو هم به این سمت میبره که حداقل خیلی با علیرضا حال نمیکنه گویا. شوهر خواهر شبیه برادره نه؟ من گفتم نه، من برادر ندارم ولی شبیه برادر نیست. یه ذره گشتم که ببینم شوهر خواهر واقعا شبیه چیه. احساس کردم وقتی خواهرت که پاره تنته رو میسپری تو دستان قدرتمنده یه مرد و میگی مواظب خواهرم باش، حس شبیه حس پدره، واقعا مثل پدرانه است و مثل یک پدر بالای سر خواهر من رضای عزیز. ازش ممنونم و یه عکسی ما داشتیم که دست انداخته بودیم گردن، یعنی در واقع رویشونه هم دیگه، مردم همه گفتن شماها به هم محرم نیستین. خواستم بگم که من با رضا چون شبیه دستهای پدرمه واقعا احساس محرمیت میکنم. امشب به احترام شما بغلش نکردم، احترام شما بغلش نکردم چون خیلی توهین خوردم بابت اینکه چرا همسر خواهرم بغل کردم، ولی فقط اون شوق و ذوقم رو در خودم فرو ریختم. خیلی خوش آمدی رضای نازنین، همیشه دوست دارم.